به ملت عزیز ایران و تمام بینندگان. اولین باری که آزاد شدم با اصرار خانواده به آزمایشگاه مراجعه کردم و چکاب کامل دادم که ببینم آیا مشکلی واسم مشکل پزشکی واسم ایجاد شده یا نه. که چکاب کامل دادم هیچ مشکلی نداشتم. که اومدم سری دوم کلیپ دادم بیرون که توسط اطلاعات دستگیر شدم و به 209 منتقل شدم. بعد از دو هفته حالم بد شد که اونجا منو بیمارستان منتقل کردن. بیمارستان مال سپاه بود، مخصوص سپاهی ها بود. که اونجا گفتم دکتر، گفتم آی دکتر من چه مشکلی دارم، چرا اینجوری بد حالم، مریضم؟ گفت هیچ مشکلی نداری، من یه سروم نوشتم واسه. که بعدن آوردن دوباره 209. حتی به اونا گفتم خب سروم نوشتن، حتی این سرومم رو بهم بزنید که حالم خوب نیست. گفتن نه مشکلی نیست. بردم منو سلولم که بعد پرداش منو دوباره صدا کردن. همونجا یه درمانگاه کوچیکی بود که گفتن حالت خوبه؟ گفتم نه. اونجا یه آمپول تزریق کردن به من. دوباره بردنم داخل سلول. بعد فرداش دکتر اومد گفت حالت بهتر نشده؟ گفتم نه حالم بهتر نیست. بعد دوباره منو بردن درمانگاه، دوتا آمپول دیگه زدم به. بعد دیگه تا اون روز بازجو منو تحت فشار میذاز که تو خامنه ای رو زهاج خطاب کردی، از خاندان پهلوی هی حمایت میکنی، بعد بیای باید حرفاتو پس بگیری. که من محکم ایستاده بودم، میگفتم من حرفمو پس نمیگیرم، تا پای مرجم ایستادم. که بعد یکی دو روز بازجو اومد گفت که حالت میبینم خیلی بده. گفتم بله حالم بده. بعدش گفت میتونی به خانوادت زنگ بزنی بعد سند بیارن تا آزاد شی. گفتم آفتاب از کجا در اومده؟ تا دیروز که تحت فشار بودم که باید حرف تو پس بگیری، امروز میخواین آزادم کنین؟ که فرداش منو بردم بازپرسی. بازپرس گفت آره یه سند بیار تا آزادت کنی. گفتم من این سندی ندارم، فقط یه سند ماشین دارم که اونم همون خاطر قرارداد 25 ساله ایران و چین اعتراض کردم، آتیش زدم، اونم که سوخته. بعد گفت همونو بگو بیارن آزادت میکنیم. سند همون ماشین رو آوردم، گفتم آوردن تا آزاد شدم. آزاد شدم اومدم خونه. بعد یکی دو روز دیدم هی حالم داره بد میشه. خانمم گفت پاشو ببرم بیمارستان، تو خیلی حالت بده. برداشت برد درمانگاه، یه سرومینا بس کردن. اومدم دوباره دیدم حالم بدتر میشه. بعد بردش منو به متخصصا که بعد دکترها میگفتن چیه چی شده؟ میگفتم آره از داخل انگار دارن، انگار چاقو برداشتن دارن جگرمو میبرن، بعد معدهمو انگار دارن میبرن. بعد دکترها آزمایش میگرفتن همش بی نتیجه، میگفتن ما هیچی نمیبینیم و تو هیچ مشکلی نداری. بعدش که آوردن خونه هیچ دارو مارو دادن، هر چه مصرف میکنم استفاده میکنم این داروها هیچ تأثیری نداره. روز به روزم حالم بدتر میشه. فقط خواستم به مردم عزیز ایران و به سازمانهای بین المللی و حقوق بشری به جامعه جهانی این پیامو برسونم. اگر هر اتفاقی به من بیفته مطمئن باشید که کار جمهوری اسلامیه و من همچنان پای هدفم ایستادم حتی بمیرم. جان خودم رو فدای حفظ وطنم، آزادی ملتم میکنم. همچنان موشم
به موضع خودم ایستادم، همچنان از خاندان پهلوی حمایت میکنم، چون تنها راه نجات ایران زمین بازگشت خاندان پهلوی است، وگرنه هر روز باید در این سرزمین کشته بدیم و شهید برای آزادی این سرزمین بدهیم.